از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی نخست وزیر هند، این کشور همواره شاهد افزایش ظلم، ستم، تبعیض و اعمال سیاست‌ها علیه مسلمانان بوده است. این در حالی است که نخست وزیر این کشور که به مصر سفر کرده، ضمن حضور در یک مسجد تاریخی تلاش می‌کند خود را چهره‌ای دوستدار اسلام نشان دهد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. نارندرا مودی نخست وزیر هند که این روزها در مصر به سر می‌برد، به همراه مصطفی وزیری دبیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر از یک مسجد تاریخی بازدید کرد. رسانه‌های مصری تصریح کردند نخست وزیر هند در بازدید از این مسجد و کتیبه‌های موجود بر روی دیوارها و ابواب ورودی دیدن و هنر به کار رفته در آن را تحسین کرد. گفتنی است این بازدید در حالی صورت می‌گیرد که مسلمانان هند با فشارهای بی‌سابقه‌ای از سوی دولت نارندرا مودی مواجه هستند. فشارهای اعمال شده محدود به یکی دو ماه اخیر نیست، بلکه در چند سال اخیر مسلمانان در سراسر هند نه تنها مورد حملات و ظلم و ستم هندوها قرار گرفتند، بلکه از سوی دولت نارندرا مودی زیر فشار و تبعیض بودند. بسیاری این فشارها را از زمان استقلال هند تا کنون بی سابقه می دانند. مودی خود در زمان بروز ناآرامی‌های گسترده در ایالت گجرات هند در دهه 90 میلادی که منجر به تخریب مسجد تاریخی بابری و قتل صدها مسلمان شد، در مقام مدافع هندوهای افراطی ظاهر شد، به شکلی که حتی آمریکا ورود وی به این کشور را برای سالها به دلیل نقش وی در نقض حقوق مسلمانان ممنوع اعلام کرد. ناگفته نماند از دوره قدرت گرفتن حزب بهارایتیا جانتا، مسلمانان هند با فشارهای بی سابقه و تهدید به قتل و کشتار مواجه شدند. در برخی از ایالات هند حجاب اسلامی در مراکز آموزشی ممنوع شده و تعداد زیادی از مسلمانان نیز با خطر اخراج از هند مواجه هستند، چرا که حزب حاکم آنها را هندی نمی داند و مدعی است آنها مهاجران بنگلادشی هستند. ناگفته نماند از دوره قدرت گرفتن حزب بهاراتیا جانتا، مسلمانان هند با فشارهای بی سابقه و تهدید به قتل و کشتار مواجه شدند. در برخی از ایالات هند حجاب اسلامی در مراکز آموزشی ممنوع شده و تعداد زیادی از مسلمانان نیز با خطر اخراج از هند مواجه هستند، چرا که حزب حاکم آنها را هندی نمی داند و مدعی است آنها مهاجران بنگلادشی هستند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.